به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام خداوند قادر متعال و با درود و صلوات به پیشگاه سید رسولان و خاتم پیامبران و اهل بیت عصمت و طهارت ایشان، خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هم سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جایی که هستین حال دلتان خوب باشه، جانتان جور باشه، انشالله که روزگار به کامتان. بسیار خرسند هستیم که بار دیگر از دریچه تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم با شما خوبان همراه و همسخن و انشالله که همدل هستیم. امشب هم در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر توکلی هستیم طبق روال دوشنبه شبها. اجازه بدین که خدمت ایشان هم سلام عرض کنم و حال احوال بکنیم. سلام علیکم جناب دکتر توکلی بزرگوار، بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای حیدری و خدمت همه بینندگان گرامی، خواهران و برادران عزیز و همه فارسی زبانهای گرامی در اقصان نقاط جهان سلام و وقت بخیر عرض میکنم و امیدوارم که سلام و رحمت الله برنامه خوب و مفیدی در خدمت شما داشته باشیم. انشالله که همینطور باشه. بله، ما دو هفته پیش موضوعی را در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر توکلی شروع کردیم که بسیار بسیار اهمیت داره و سرنوشت سازه، چرا که این موضوع برمیگرده به اینکه نسل آینده ما به چه صورت آموزش ببینن، به چه صورت تربیت شوند و او موضوع اخلاق تعلیم و تربیت هست. در جلسه اول خدمت شما بحث شد که تعلیم و تربیت چه جایگاهی و نقشی در تعالی فردی و اجتماعی انسان ها داره و نکته بسیار مهم دیگه ای که در جلسه بحث شد و شما اگر ذهنتون نیست میتونید برگردید و در فضای مجازی در آپارات و یوتیوب شبکه او را باز هم ببینید و دنبال کنید، ای بود که تربیت به چی معنا هست دقیقا و چی نسبت با تعلیم داره و تعلیمی بدون تربیت اصلا شدنی هست و درد میخوره نمیخوره، نکاتی بود که اونجا دربارش گفتگو کردیم. امشب اجازه بدین که بحث شروع کنیم با سوال جدیدی. بله جناب دکتر توکلی بزرگوار، ما یک خلاصه بسیار کوتاهی از جلسه اول خدمت بینندگان عرض کردم چون فاصله شده بود. هفته گذشته ما به مناسبت میلاد امام حسن عسکری علیه السلام موضوع بحث عوض کرده بودیم و امشب این بحث قبلی خودمون ادامه میدیم. خب تعلیم و تربیت درست یا غلط، چی نقشی در تربیت نسل آینده داره، یا به عبارت دیگر اگر یک جامعه ای رو در نظر بگیریم که از تعلیم و تربیت درست بهره‌مند باشه، این جامعه چی تفاوتی داره یا این جامعه چی ویژگی هایی داره و چی تفاوتی داره از اون جامعه ای که محروم از چنین تعلیم و تربیتی باشه؟ اگرم تعلیم و تربیتی در اونجا هست بیشتر به صورت کلیشه‌ای و سوری و محض خالی نبودن عریضه باشه و از اون محتوای اصلی خودش خالی باشه، چی فرقی داره این دوتا تعلیم و تربیت؟ من بحث از اینجا شروع میکنم که عرض میکنم خدمت بینندگان گرامی که پیامبر بزرگوار اسلام فرمود یکی از حقوق فرزندان بر پدر و مادر تربیت صحیح است. خیلی این حرف حکیمانه است. شاید ما از آوان کودکی جمله شنیدیم، ولی هرچی بر علم و اندیشه و اطلاعات انسان اضافه میشه به عظمت سخن پیغمبر بیشتر پی میبریم.
عمق این حرف کسانی میفهمند که ده ها سال عمر خود گذاشتن در ارتباط با بررسی و کنکاش نظام های تربیتی و نقش تربیت در ساختن و تعالی و خودشکوفایی انسان ها و جوامع. من یک مثال خدمت بینندگان گرامی میزنم تا مسئله بازتر بشه. ببینید، مردم ژاپن در جنگ جهانی دوم شکست خوردن، بمب اتم روی سر اونها ریخته شد، متفقین در جنگ بر علیه اونها پیروز شدند، صدها هزار نفر کشته دادند، کشورشون تلی از خاک شد. ژاپن یک مجمع الجزایر است که 4 تا جزیره داره، معادن به شدت از نظر معادن فقیر هست، معادن خدادادی تقریبا چیز قابل توجهی نداره، دائما زلزله میاد، دائما در معرض بلایای طبیعی و جنگ ها هستند. اما همین کشوری که اینقدر محدوده جغرافیاییش ضعیف هست و کم هست و دچار بحران‌های فراوان شده در طول تاریخ، الان یک قطب اقتصادی و یک کشور الگو هست برای همه مردم جهان. دلیل این قضیه چیست؟ ببینید، این مردم از زیر خربارها سنگ و بمب و باروت برخواستند، قدف راشتند، دوباره در جامعه جهانی ظهور کردند، شکوفا شدند و به عنوان یک جامعه اخلاقی، یک جامعه تربیت شده، یک جامعه که وقتی شما میگید ژاپن، به ذهن شما علم و اندیشه و تفکر و در واقع پیشرفت تکنولوژی و تکنولوژی خطور میکنه. این محصول چی هست؟ اینا یک شبه ایجاد نمیشه. به بینندگان عزیز عرض خواهم کرد که این محصول تربیت اخلاقی است. جامعه ژاپن یک جامعه است که در او اخلاقیات و تربیت، حالا نه به صورت 100% و ایدئال، چیز ایدئال در عالم وجود نداره، ولی شاخصه های کلی یک تربیت اخلاقی در جامعه وجود داره. در این جامعه صداقت هست، ایمان هست، راستگویی هست، عدالت ورزی هست، بله، علم خواهی و انسان دوستی است. مثال بعدی جامعه آلمان یا جرمنی هست. جرمنی در دو جنگ جهانی اول و دوم، همه بینندگان عزیز ما میدونن که تقریبا صدها سال به عقب رانده شد. بله. یک جامعه بود که تمام معنا شکست خورد، همه عناصر پیشرفت در اون نابود شد، به تمام معنا شکست خورد و به قهقرا رفت. بله. اما چه شد که این جامعه دوباره سر برافراشت، دوباره مثل یک درخت تناور چون ریشه در خاک داشت دوباره شکوفا شد، دوباره میوه داد و الان قدرت اول اقتصادی اروپا هست و یک جامعه است که در او اخلاقیات، رعایت حقوق انسان و تربیت انسان حرف اول میزنه. جواب این است که این دو جامعه و این دو کشور محصول نظامات تربیتی نسبتاً درستن که میتونیم بگیم از نظر اخلاقیات به تعالیم انبیا نزدیکن. خلاصش اینه. در مورد یک فرد ببینید، افراد مختلف در زندگی دچار بحران ها میشن. خب زندگی فراز و نشیب داره، گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. امیر المؤمنین فرمود الدهر یومان یوم لک و یوم علیک، فاذا کان لک فلا تبتر و اذا کان علیک فصبر. فرمود دنیا به تعبیر بنده مثل یک سکه دوریه است. زندگی انسان فراز و نشیب داره، یک روز به نفع توست، همه چیز ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تونانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه چیز بر وفق مراد است. و یک روز هم بر ضرر توست. او روزی که به نفع تو هست مغرور نشو، دوچار خودباختگی نشو، دوچار روحیه طغیان نشو، وقتی هم که بر علیه تو صبر کن. اینا ببینید برای این است که میخواد بگه آقا انسان ها، ما تو زندگی خصوصی و فردی خودمان در بین فامیل ها و در بین خانواده خودمان دیدیم افرادی که تربیت درست شدن، اینا در بحران ها، بحران ها به صورت خیلی خوبی پشت سر گذاشتن و از تهدیدها فرصت ها ایجاد کردن، تهدید تبدیل به فرصت کردن. در نقطه مقابل کسانی بودن که پر از موهبت بودن،
و پر از نعمت بودن، اما چون تربیت درست نشدن، استعداد خوب، ذهن خوب، حافظه خوب، سلامتی، قدرت بدنی خدا به اونها داد، ولی چون تربیت درست نشدن از اینها استفاده سوء کردن. لذا بهترین در واقع جواب برای این سوال این است که اگر جامعه ای و فردی خوب تربیت بشه، میتونه از امکانات خدادادی، از موهبت های الهی استفاده بکنه در جهت شکوفایی و تعالی و رسیدن به خداگاهی و تکامل. و بالعکس اگر تربیت نشه، بهترین نعمت ها هم شما به او بدید، از همین نعمت بر علیه خودش استفاده میکنه. مثال کارد یا چاقو مثال بسیار خوبی است. ببینید زندگی مثل یک چاقوی دولب است. شما اگر این چاقو دست یک زنگی مست بدین، هم خود خور میکشه و هم دیگران خواهد کشت. ولی اگر همین چاقو بدین دست یک پزشک جراح حاذق دلسوز، بله، چیکار میکنه؟ بیماری ها رو علاج میکنه، زندگی ها و جان ها رو نجات میده. فرق این دو نفر در تربیت است. این آدم، این دکتر پزشک حاذق تربیت شده، بله، از چاقو استفاده درست میکنه. او شخص جانی جنایتکار سارق تربیت نشده. بله. لذا جواب این است که هر چه هست و نیست تربیت است. ما اگر خوب تربیت بشیم و نسل آینده خود درست تربیت بکنیم، به همه سعادت ها و خوشی های دنیاوی و اخروی میرسیم و الی فلاح. بسیار به نکته مهم اشاره کردید. خب به ژاپن اشاره کردید که این جمله بسیار معروفه در بین هموطنای ما که میگه افغانستان و ژاپن ده یک روز استقلال خود گرفتن. حالا خیلی ها ایران ممکنه مطالعه نکرده باشن یا از دیگر ها شنیده باشن، و دیدیم که ژاپن از زیر آوارهای که بمب اتم به سرشان ریخته بودن بلند شد و قد برافراشت و پیشرفت کرد، و در جهان امروز، در جهان صنعتی و مدرن امروز حرف جدی برای گفتن داره. و ما افغانستان روز به روز به پسرفت کردیم متاسفانه. خب در افغانستان هم که از خیلی سالها قبل، از تاریخ دقیقش معلوم یادم نیست، ولی خب از زمان امان الله خان به بعد حداقل این تربیت، تعلیم و تربیت مدرن اونجا هم رواج یافت و مدارس و مکاتب اونجا ایجاد شد، دانشگاه ها و دانشکده ها اونجا ایجاد شد. چی مشکلی هست که اون تعلیم و تربیتی که در افغانستان هست نتیجهش آن چیزی است که ما امروز میبینیم، ولی آنچه که در ژاپن یا در مثال دیگری که شما گفتید در جرمنی و آلمان هست، اونجا هم روزگار بسیار سخت را پشت سر گذاشتن، نتیجهش اون میشه که اونا موفق هستن و ما ناکام. نکته بسیار خوبی است. ببینید پس زمینه جامعه ژاپن، او عمق ذهنیت یک انسان ژاپنی، یک به اصطلاح، من عذرخواهی میکنم جناب دکتر توکلی، اتاق مفخش به زمان دقت نکرده بودم، اتاق فرمان میگه وقت یک ورشا و درنگ هست. انشالله این سوالی که از شما پرسید و به جواب شه بعد از میان برنامه میشنیم. بازم عذرخواهی میکنم. بله بینندگان عزیز و گرامی، دعوت میکنم شما را به دیدن میان برنامه. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی، مخصوصا شما بزرگوارایی که تازه به جمع ما پیوستید. بله شما بیننده برنامه به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی هستید با موضوع اخلاق، تعلیم و تربیت. اجازه بدین که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحث. ما بازم سوالی که پیش از وقفه عرض کردم تکرار میکنم تا خیلی کوتاه، که در افغانستان به چه علت تعلیم و تربیت موفق نیست؟ بله. ببینید ما در معارف حکمی خودمون خیلی داریم اشاراتی به جواب سوال حضرت عالی، بله،
که انسان اگر تربیت نشه سرمایه ها رو برباد میده. سعدی میگه که تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. یعنی چی؟ یعنی اگر در واقع ریشه های تربیت صحیح در یک جامعه ای وجود نداشته باشه یا ضعیف باشه، بله، اخلاقیات در عمق نهاد یک جامعه ای ریشه ندوانده باشه و صرفا ما بخواهیم که ظاهر او جامعه رو درست بکنیم، در اینجا نتایجی که به بار خواهد داد نتایج خوبی نیست. شما درخت ببینید، درختی که ریشه داره اگر آب هم به او کم بدید باز هم او ثمر میده و میوه میده، ولی بله، درختی که درست ریشه نداره با اندک بادی از بین خواهد رفت، با باد پاییزی از بین میره. جامعه ژاپن یک جامعه است که تحت تعالیم حکمای اخلاق مداری است که حالا ما نمیخوایم خیلی اشاره بکنیم، مثلا دین کنفوسیوس بیشتر تعالیم اخلاقی داره و وقتی مقایسه میکنیم میبینیم او تعالیم اخلاقی در تعالیم انبیاء الهی، مخصوصا تعالیم اوصیا و اولیاء الهی و پیامبر بزرگوار اسلام وجود داره. بله، اونا عمل میکنن و ما عمل نمیکنیم. ما از اون فرهنگ در افغانستان مشکل از این نیست که ما سرمشق نداریم. بله، مشکل از این نیست که ما راه بلد نداریم. بله، یا توصیه های اخلاقی یا حکمه که ضرورت رشد انسان هست وجود نداره، پس مشکل در جای دیگه هست. بله، شما ببینین یک سرمایه عظیم بدین دست دو نفر آدم تربیت شده و تربیت ناشده. فرض کنین که دو تا پدر فوت میکنن. بله، و هر دو پدر بسیار سرمایه‌دار و پیسه دارن، یکی از اینها بچه عاقل تربیت شده است و دیگری شخصی است که بزهکار نابکار هست، تربیت نشده، نااهل و ناخلف. ناخلفه. او کسی که تربیت شده این سرمایه در جهت سعادت دنیا و آخرت خود، خانواده و جامعه خود مصرف میکنه. بله، و او کسی که تربیت نشده همین سرمایه رو تبدیل میکنه به وسیله بزهکاری، وسیله ترویج ابتذال و بدبختی، ترویج خشونت و پرخاشگری در جامعه. وضعیت ما به همین صورته. شما نگاه کنین در ادبیات ما داریم دیگه، میگه میراث پدرخواهی علم پدرآموز، کین مال پدر خرج توان کرد به ده روز. علم اینجا منظور همو در واقع توصیه های اخلاقی و توصیه های تربیتی است. یا مثلا در جای دیگه سعدی میگه که میگه دارایی به هنر است نه به مال، عقل به سر است نه به سال. ای که میگه دارایی به هنر است، دارایی یک انسان، سرمایه یک انسان، او تربیتی است که شده. بله، منظور از هنر اینجا فرزند هنر باش، نه فرزند پدر. ببینید، بله، این خیلی مهمه، این که ما درست تربیت بشیم. انسانی که درست تربیت نشده در واقع به سمت خشونت، به سمت پرخاشگری، به سمت جهالت، به سمت قتل و کشتار و ترویج فقر در جامعه، ترویج نابرابری های اجتماعی میره. جامعه تربیت شده به سمت عدالت، به سمت گسترش علم و علم آموزی، به سمت توسعه فردی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خواهد رفت. بله، جامعه تربیت شده از موهبت ها استفاده بهینه میکنه. جامعه تربیت شده اهل اسراف نیست. جامعه تربیت شده از فرهنگ بهره‌وری برخوردار هست، یعنی اختلاف طبقاتی در جامعه بیداد نمیکنه. یک عده از شدت گرسنگی و دیگران از شدت سیری در جامعه نمیمیرن. جامعه تربیت شده جامعه است که به تعالیم انبیا نزدیک هست. اون چی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در مورد پیغمبر میفرماید پیغمبر مبعوث شد در فی شر دارن، فی خیر دارن و شر جیران، در بهترین سرزمین که سرزمین وحی است و در بین بدترین مردم. بعد میگه این بدترین مردم چه خصوصیتی داشتن؟ میگه به عرض عالم ها ملجم، جاهل ها مکرم. علت بدی این مردم که تعبیر شده به فرهنگ جاهلی این است که در این جامعه انسانهای دانا و آگاه خانه نشین بودن، دهانشون بسته بود، قدرت حرف زدن نداشتن، بر انزوای خانه ها بودن و انسانهای جاهل در رأس بودن. لذاست که مولانا میگه جاهلان سرور شدستند و زبیم، عاقلان سرها که در گلیم. اشاره دارد به جامعه جاهلی قبل از بعثت پیامبر. بعد میگه هین روان کن ای امام المتقین، این خیال اندیشگان را تا یقین. پس نتیجه این است که ببینید جامعه تربیت یافته جامعه عقل محوره.
جامعه است که اهل مداراست، اهل تحمل، اهل صبوری است، جامعه است که در او خشونت، بی‌عدالتی، ظلم، نابرابری، تبعیض و حق مظلوم، حق در واقع حق خوری نسبت به زنان، کودکان، طبقات نابرخوردار و اقوام و توایفی که اینها در رأس هرم حکومت نیستن، نسبت به اونها ظلم و بی‌عدالتی و بی‌انصافی را داشته نمیشه. در جامعه تربیت یافته انسانها به میزان تلاشی که میکنن بهره‌مند میشن از مواهب او تلاش، هم در دنیا و هم در آخرت. یعنی عدالت برقرار است. بله، در جامعه تربیت یافته صرفاً شما وعده سر خرمن نمیدن که آقا اینجا از ما اطاعت کن که شاید در جهان آخرت تو به موهبت برسی. نه، تو همین دنیا. ببینید قرآن میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرت اعما و اضل سبیلا. جامعه‌ای که در این دنیا، در این دنیا دچار فقر و بدبختی و تبعیض هست، در آخرت هم همین مشکلات و بدبختی ها داره. جامعه‌ای که در این دنیا نتونسته عدالت و انصاف و برابری اجتماعی را ایجاد بکنه، انسان‌ها اهل دانش نشدن، بلکه در این جامعه موج جهل موج میزنه، بله. در این جامعه فقر موج میزنه، این جامعه جامعه پیامبر پسند، خدا پسند و تربیت یافته نیست. لذا ما هر چی داریم و نداریم باید در طبق اخلاص بذاریم و این جامعه رو تربیت بکنیم. شما ببینید در جامعه تربیت نایافته اختلاس و دزدی و رانتخاری زیاد است، ولی در جامعه تربیت یافته هر کسی به میزان کاری که ارائه میده از مواهب تلاش خودش بهره مند میشه. لذا است که قرآن میگه و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا. جامعه تربیت یافته جامعه است که به میزان تلاش انسان به پاداش خودش میرسه و چیزی ندارد الا محصول تلاش خودش. در همین دنیا هم محصول تلاشش خود میبینه که زندگی سعادتمندانه و آبرومندانه است و در او دنیا هم اجر و پاداشی که در این دنیا زحمت کشیده میبینه. بله. 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 و اگر فرصت هست که من ادامه بدم. ببینید جامعه تربیت یافته جامعه است که در او انسان ها اهل تفکرند. در واقع الان موضوع بحث ما و شما بر اساس این که صحبت های شما فرمودم متوجه شدم ویژگی های جامعه است که از تعلیم و تربیت درست بهره مند خوردار میشه. بله. و در نقطه مقابل جامعه ای که تربیت نشده اهل تفکر نیست، اهل هیجانات و احساسات است، اهل خرافات است، اهل بدعت هاست. جامعه است که در او در واقع هیجانات منفی موج میزنه. انسان متدین و مؤمن حقیقی انسان است که اهل تعقل است. ببینید قرآن اشاره داره میگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب کیا هستن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جامعه تربیت یافته جامعه است که مردم اهل عقلن، اولو الالباب. الباب جمع لبه، لب به در واقع شیء خلوص یافته و اصاره هر چیزی میگن لب، مغز و اصل مغز و جان هر چیزی میگن لب. مغز وجود انسان عقل انسان است، اصلا انسان آفریده شده برای تعقل. لذا در جامعه تربیت یافته قرآن خوانده می شود و در قرآن تدبر می شود. در جامعه تربیت نیافته صرفا اکتفا می شود به ظاهر قرآن. شما ببینید قرآن ما نکوهش میکنه، میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. چرا شما فقط قرآن میخونین و تدبر در قرآن نمیکنین؟ قرآن ما دعوت به عدالت اجتماعی کرده، دعوت کرده که حقوق مظلومین و مستضعفین و طبقات غیر برخوردار بدیم. جامعه تربیت یافته جامعه است که در او زنان به تعالی و خودشکوفایی و خودآگاهی میرسند. بله. در جامعه تربیت یافته نکته آخر عرض کنم. بله. زنان انسانهای آگاه و فرهیخته و فرزانه این که در دامانشان مردی تربیت میکنند که به معراج میرود. این جامعه جامعه پیامبر پسند است. به نکات بسیار ارزشمندی اشاره کردید، در واقع انگوش گذاشتید روی دردهای جامعه امروز ما. انشاءالله که یک سامانی پیدا کنه و یک درمانی برای این دردها باشه. همراه با بینندگان عزیز ما
نگاه میکنیم میان برنامه. مثبت 964 780 255 40 13 پول ارتباطی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری با شما مخاطبان عزیز و گرامی هست. شما میتونید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس شوین. هر نوع پیشنهاد و انتقادی دارید ما به دیده منت میپذیریم. همینطور اگر مطلبی دارید، اگر ویدیو یا عکسی دارید برای ما بفرستین و ما ایرا در صورت صلاح دید نشر میکنیم. همین قسم سوال هایی که مربوط به احکام هست، سوال های فقهی و احکام را هم شما میتونید از طریق همین شماره از ما بپرسید و ما هفته یک شب که سه شنبه شب ها باشه، یعنی فردا شب، به این سوالات اونایی که جنبه خصوصی نداشته باشه از طریق همین برنامه پاسخ میدیم. پس منتظر دیدگاه ها و پیشنهاد ها و تماس های شما بزرگوارا هستیم. بله جناب دکتر توکلی بزرگوار، به ویژگی های جامعه اشاره کردین که از تعلیم و تربیت درست برخوردار هست و در مقابل او جامعه ای که محرومی از این تعلیم و تربیت هست. خب میرسیم به این سوال که ما از منظر دین خودمان که همه توصیه های زیادی به علم آموزی شده و به اخلاق و تربیت هم بسیار بسیار بها داده و بارها تاکید کرده و ارزش های اخلاقی و فضایل اخلاقی رو برتر از به همه چیز نشانده، هدف نهایی از نظر دین اسلام، هدف نهایی تعلیم و تربیت چیست؟ بله، هدف نهایی تعلیم و تربیت همان است که قرآن اشاره میکنه، میگه که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این که ما به در واقع استعدادهای جسمانی و روحی و عقلی ما در نهایت خودش به فعلیت برسه. ما در جلسه قبل عرض کردیم که هر استعداد طبیعی نشانه یک حق طبیعی است. عرض کردیم که درخت استعداد آب خوردن دارد، پس حق آب خوردن دارد. سنگ استعداد آب خوردن نداره، پس حق آب خوردن نداره. اگر بخوایم انسان استعدادهای انسان بشکافیم، هم انسان هم از بعد جسمانی استعدادها و توانایی هایی داره که باید به فعلیت برسه و هم از بعد روحی، عاطفی و عقلی. تربیت هدف نهاییش اینه که انسان از منظر جسمانی، به لحاظ جسمانی و به لحاظ روحی، عاطفی و عقلی به درجه نهایی کمال خودش برسد که در واقع بشود خلیفه خدا. همان که گفت آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ انسان بتونه تصرف در ملک و ملکوت بکنه و این ممکن نیست مگر این که همه استعدادهای انسانی خود خود به فعلیت برسونه. خب چون انسان جسم تنها نیست و بلکه روح است و عقل است و حتی جسم ما توسط عقل ما اداره میشه، توسط روح ما اداره میشه و ما داریم در ادبیات خودمون که عقل سالم در بدن سالم است. اول بدن سالم باشه و بعد عقل. میرسیم به این که آقا انسان، حقیقت وجود انسان آیا جسم است و یا عقل است؟ همه در واقع اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان گفتن مهمترین فرق انسان با بقیه موجودات این است که انسان داره قدرت تفکره، عقل داره. این عقل میتواند، عرض کردیم، حل مسئله بکنه، میتونه مشکل، میتونه تمدن سازی بکنه، میتونه در واقع
علم ایجاد بکنه، میتونه بله. تغییر در طبیعت ایجاد بکنه. انسان موجودی است که اهل کار است. ببینید هیچ موجودی در جهان غیر از انسان اهل کار نیست. یعنی چی؟ یعنی انسان است که میتواند تغییر در طبیعت ایجاد بکنه. خب بعضی اگر... از حیوانات هم بسیار در حال زحمت و تلاش است. بله، او دیگه کار نیست. زنبور عسل. بله کار، یعنی... ببینید با زحمت فرق داره. مورچه کار نمیکنه، مورچه فقط زحمت میکشه، طبق ارگانیزم خودش حرکت میکنه. اگر انسان خلق نمیشد و بقیه موجودات خلق میشدن، دنیای امروز با دنیای میلیون ها سال قبل هیچ فرقی نداشت. بله درست. چون زنبور عسل و مورچه و موجودات دیگه اونا کار نمیکنن. بله. کار یک حرکت خودمختارانه از سر آگاهی برای تغییر در ابعاد وجودی انسان است. تغییر در خود، تغییر در جامعه، تغییر در طبیعت و تغییر در نظامات عالم. انسان است که تمدن را ایجاد میکند. انسان است که شعر و هنر و ادبیات ایجاد میکنه. انسان است که اهل دیانت است. انسان است که اخلاق مدار است. لذا اگر انسان موجود متفکر بدونیم، که شما میدونید که در تعریف انسان گفتن الانسان و حیوان و ناطق، تر تعریف معروفی که داریم، منظور از نطق هم نه این سخن گفتن هست، بلکه تفکر هست. بله اندیشه. خب اگر بگیم که انسان موجودی است که اهل تفکر هست، این تفکر از طریق زبان ایجاد میشه. ما وقتی که تنها هم هستیم تفکر میکنیم. این تفکر از طریق جملات است. یعنی ببینید ما ساکتیم. بله. گفت که در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در خروش و در قوغاست. بله. ما وقتی هم که ساکت هست، حتی وقتی که خواب هستیم فکر میکنیم. ما نمیتونیم از فکر کردن جدا بشیم. بله. و این فکر از طریق زبان هست. و همین خاطر است که زبان مادری بسیار نقش اساسی داره. بله. در تفکر ما. میگه حتی کسایی که رفتن زبان دوم یاد گرفتن و با اون زبان کتاب هم نوشتن، اونا در واقع به زبان اول و زبان مادری خودشون فکر کردن. دقیقاً. بله. و بعد به زبان دوم دقیقاً نوشتن. دقیقاً. و تحلیل کردن. اصلا تفکر بدون زبان ممکن. بله. نیست. پس تفکر یک فعالیت ذهنی است که با کمک گرفتن از مفاهیم و در قالب زبان مطرح میشه. ما از مفاهیم. بله. کمک میگیریم برای، از معلومات کمک میگیریم برای حل مجهولات. این تفکر دو تا بعد داره، یکی بعد افقی داره. بله. یکی بعد عمودی. بعد افقیش نکته میخواییم بفرمایید؟ شما جملتون رو بفرمایید. بعد افقیش این است که ما از شبکه های مفهومی، اگه نخواییم خیلی تخصصی حرف بزنیم. بله. استفاده میکنیم برای رسیدن به یک کشف مجهول. بله. مثلا کسی مفهوم جزیره نمیفهمه، ما میگیم آقا جزیره یک خشکی بزرگی است که از چهار طرف آب او رو احاطه کرده. ببینید ما یک مفهوم بله. به یک شخص چیکار کردیم؟ یاد دادیم از طریق شبکه‌های مفهومی. بله. و دیگه بود دیگه شبکه‌های عمودی است که از طریق راه یافتن به زوایای پنهان هر حقیقتی است که با تفکر حاصل، یعنی عبور از ظاهر و رسیدن به عمق هر چیز. این تفکره، کشف اگر... حقیقت. بله، کشف حقیقت. اگر تفکر این هست که مخصوص انسان است و نتیجه. بله. او حل مسئله است، حل مشکل هست، این تفکر از طریق آموزش ایجاد میشه. و آموزش ما را با نتیجه تفکرات و تجربیات انسانها آشنا میکنه، که از جمله کاری که آموزش میکنه اینه که ما را تربیت اخلاقی میکنه. ببخشید جناب دکتر توکلی، چون برای بعضی از بینندگان ممکنه بحث یک مقدار سرعت بحث شما خورده بیشتر کردید، بحث یک مقدار خلط شده باشه. برای اینکه بحث واضح شوه، سوالی بود هدف نهایی اسلام از تعلیم و تربیت. بلد. و ما اینجا رسیدیم به تفکر. همین اگه باز به صورت کوتاه اگر این نسبت را یک توضیح اگر بدید. بله، ببینید در آیه شریفه که خدمت شما خوندم از سوره آل عمران. بله. اونجا قرآن میگه که مؤمنین کیا هستن؟ ان فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان و زمین و اختلاف شب و روز. بله. و دقت پدیده‌های طبیعی، پدیده‌های طبیعی. بله. نشانه ها است. این نشانه ها قرآن در جای دیگه میگه نشانه ها در دو بعد است، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. بله. نشانه های وجود خدا در آفاق که جمع افق، یعنی در نظام طبیعت و در وجود ماست. بله. اگر ما تفکر صحیح داشته باشیم به خداگاهی میرسیم. نتیجه خداگاهی خدا آگاهی و توحید است.
نتیجهش این است که قرآن فرماید که نتیجه این تفکر عبادت است و نتیجه عبادت رسیدن به توحید است که انسان میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا. ببینید بله. زندگی برای او معنادار میشه، مبدأ و معاد براش معنادار میشه، میداند که این نظام هستی خدایی دارد و این خدا از ما تکالیفی خواسته. ما به تعبیر قرآن که میگه افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، شما آیا فکر میکنید که عبس و بیهوده آفریده شدید و هیچ بله. هدفی از خلقت شما نیست؟ میداند که این زندگی ما هدفی دارد، هدف او خدایی شدن و رنگ خدایی پیدا کردن است. سبقت الله و من احسن و من الله سبقه، خلیفه خدا شدن، جانشین خدا شدن، یعنی کسی که فرمود عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی فتقول لکل شیء کن فیکون. این شخص میتواند متخلق به اخلاق الهی باشه. بله، کسی که اهل تفکر هست در وجود خودش و در عالم تفکر میکند، نتیجه او این است که مثل پیامبران الهی چی میگه؟ که فرمود و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیك المصیر. آیه شریفه سوره بقره، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. بعد فرمود و قالوا، این تعبیری است که انبیاء الهی میگن، نتیجه معرفت توحیدی اطاعت از خداست. نتیجهش این است که انسان دیگه در زندگی وقتی که اخلاق الهی پیدا کرد، خلیفه خدا شد، دیگه ظلم نمی کند. خداوند عالم است، انسان هم میرود به سمت علم آموزی. خداوند عادل است، انسان چون امر شده که تخلقو به اخلاق الله. بله. یکی از صفات خداوند این است که خداوند عادل است، انسان مؤمن دیگه ظلم نمیکنه. خداوند مهربان است، اهل شفقت است. بله. انسان مؤمن و خداگاه اهل شفقت و مهربانی و دستگیری از بیچارگان و محرومین است. خداوند آفریننده و آفرینشگر است و انسان هم با مجهز شدن به علم و تکنولوژی آفرینشگر میشه. در حد توان خودش آفرینشگر میشه. تغییر از این نعمت‌های خدا استفاده میکنه. بله، منفعل نیست. برای تغییر مثبت، برای اینکه بندگان خدا از این مواهب که خداوند آفریده استفاده بکنن. بله. این هست نتیجه در واقع تربیت صحیح الهی، این است که ما یک جامعه آزاد، عادل، پر از مهربانی، پر از مهرورزی، پر از شفقت، پر از عدالت، پر از انصاف و بدور از تبعیض، بدور از خشونت، بدور از پرخاشگری، بدور از تبعیضهای بنیان برافکن طبقاتی، بدون از تعصب، بدور از خرافه، بدور بله. از بدعت، یک چنین جامعه ایدئالی در واقع درست میشه که این جامعه محصول همین انسانهای تربیت شده است. انسانی که در دامان تعالیم انبیا تربیت میشه به یک در واقع معرفتی میرسد که میداند که در این دنیا که زندگی میکنه، این حیات، این زندگی، این سلامتی و عقل امانت خداست در دست او و امانت رو به اهلش میسپره. قرآن فرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. ما خودمون امانتیم. بله. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این انسان اگر صاحب قدرت بشه از قدرت سوء استفاده نمی کند. اگر صاحب ثروت بشود، ثروت را قارونوار برای خودش و فامیل و طبقه و قوم خودش استفاده نمی کند. بله. انحصارگرا نمیشه. این انسان موجودی می شود که دیگر خواه هست و اهل ایثار میشه، اهل فداکاری میشه، راضی به قضا و قدر الهی است و در بحرانها و مشکلات توکل بر خدا میکنه و زود ناامید نمیشه. جامعه توحیدی تربیت شده جامعه است که در بحرانها ناامید نمیشه. بله. و در داراییها مغرور و متکبر و طاغوتی صفت نمیشود. بسیار عالی، بهرمند شدیم از بحث امشب جناب عالی. هم همراه با بینندگان عزیز و گرامی هم که سپاسگزار هستیم تا پایان برنامه ما را همراهی کردن. انشالله که از این برنامه استفاده کرده باشن. همراه با بینندگان عزیز و گرامی با ایشون خداحافظی میکنیم. همراه با کارشناس محترم شب خوب و خوشی را برای بینندگان عزیز آرزو میکنیم.